درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. همونطور که روی نقشه میبینید اومدیم غرب تهران، شهرک آزادی. شاید میشه گفت شهرکی که تو 30-40 سال گذشته یه جورایی مطرح شده و ساخت و ساز تو شروع شده و یه خیابون کشی واقعا مهندسی شده داره، یعنی هم نظر پهن بودن، هم نظر ظرفیتی که این شهرک داره و اینکه به خاطر اینکه زمین سستی داشته اینجا اجازه ساخت بیشتر از 3 طبقه به هیچ کس داده نشده و این واقعا یه اتفاق خیلی بزرگه. به ما اصولا همیشه این قضیه رو رعایت نمی کنیم و هر از گاهی می بینید تو مناطقی از تهران که حتی ظرفیت 3 طبقه یا 4 طبقه است ما برجای 8 طبقه تا 12 طبقه هم می بینیم. همینی که میگم یه ذره قانون سفت و محکم رعایت می شد شاید به این شکل در نمیومد شهرسازی ما. بگذاریم برگردیم بیایم داخل خود شهرک. میدونید این شهرک اگر دیده من یه جز شهرک‌های خیلی آرومه و اصلا محصول نیست که بگیم ورودی داره، نگهبانی داره و یک جای کاملا معمولی برای آدم‌های معمولی. اگه دقت کنید اون خلوتی اینجا رو میتونید کامل احساس کنید. شلوغ‌ترین جایی که میشه گفت مغازه‌هاش هست همین میدون اصلی خود شهرکی که ما الان اومدم داخلش و مدارسی که حالا این اطراف این میدون قرار داره. پر از زمینای کوچیک، حالا گل کوچیک، فوتسال، فوتبال، حتی زمین سایپا خیابون ولیعصرش جزو زمینای معروف دیگه. و یه چیزی بهتون بگم، اینجا به خاطر وجود شهرک‌های مثل صنعتی عزیزانی که حالا قشر کارگر یا کارمندای اینجا هستن زیاده و به همین خاطر میشه گفت شهرک معمولی به حساب میاد، ولی به نظر من خیلی خاصه. چون من همیشه میگم فاکتورهای اصلی موقعیت نیست، بلکه اون آرامشی که اون محله میتونه بهتون بده. حالا میبینید این بچه ها رو مادن زارن فوتبال بازی میکنن. یاده بچگی های خودم میفتم تو سنی مثلا 7-8 سال که زمانی ما هم همیشه میومدیم بیرون بازی میکردیم. البته اینجا نوشته ورود آقایان ممنوعه، بکنم یه پارک مفصول برای بانوانه. ببینید من نظرم جلب شد برای همین برگشتم بهتون نشون بدم. جلوتر هم نمیرم حالا یه موقع مشکل ساز نشه. دقیقا اون دره که میبینید نوشته ورود آقایان ممنوع. یه دونه قهوه فروشی هم اونجا تو کافه. این گفتم مدرسه، اینجا میبینید همه مدارس تو این یه تیکه قرار داره، از دبستان دخترانه بگیر تا دبستان پسرانه تا دبیرستان و اینجور چیزا. بعد وارد خود محله هم میشیم ما که ببینیم حالا هواش چجوریه، به چه سمت و سوی میره. یه دونه شهرک دیگه، اینکه چند تا شهرک همین بغل این چسبیده هست، مثل شهرک فرهنگیان، مثل شهرک گلسار دیگه. عرضم به حضورتون واقعا الان تو ذهنم نمیاد اینجا پر از این شهرک. اینجا دبیرستان دخترانه، سال تأسیس 1362. بله اگه بلند گفتم عزیز برگشت یه نگاهی به ما کرد گفت این داره با خودش حرف میزنه. صدای پرنده‌ها رو میشنوی؟ خیلی از خونه‌های اینجا تبدیل به خونه‌های نوساز شده، چون اکثرا 30-40 سال پیش ساخته شدن همه یه طبقه بودن. بعضیشون هنوز مورد یعنی مشکلاتی که با خود شهرداری دارن حل نکردن و حتی نتونستن دست بزنن، ولی یه عده زرنگتر بودن و رفتن دنبالش و تونستن مجوزاشو بگیرن و از ساختمان 3 طبقه بسازن. حال قیمتاشو در ادامه بهتون حتما میگم. فامیلی بریم سمت محله ببینیم تو محله چه خبره.
گفتم تو این آیه همه چیز هست دیگه، اینجا مرکز بهداشت خود شهرکه، اینجا هم که مغازه هاست. یه داریم میریم سمت خود محله، بریم داخلش ببینیم چه خبره. اینجا به خاطر نزدیکیش به فرودگاه مهرآباد صدای هواپیما رو میشنوید دیگه. یکی از معضلاتی که اینجا داره آلودگی صوتیه که هواپیما اینجا ایجاد میکنه. من اینجا داشتم گذر میکردم، یک بوی عجیب جوجه کبابی به این خود واقعا دلم خواست را این کم پیش میاد. من الان سر ظهره، ساعت 2:30 بعد از ظهره، و همین خاطر من هم کنه هیچی نخوردم جز صبحونه. این بو اصلا یه جور عجیبی منو تکون داد. میخوام بهتون بگم که حال هوای قدیم چی بوده اینجا. این وقت البته من اومدم کنار بلوار دارم قدم بزنم، کار اشتباهی ها، ولی خب شما عزیزان ببخشید بنده رو. این خونه آجاری رو میبینید، یه طبقه است، یه زمین تقریبا 150 متریه تا 250 متری که از قدیم مونده. این کف ماشینه انقدر پرایدر رو خوابونده گرفت این دست اندازی که اینجاست. دندش هم که جا نرفت. حالا من چه دقت کردم یه دونه خونه دیگه هم اینجا هست، آجر سسانتی، اینم تقریبا یه طبقه است. می‌خواستم اینو بهتون بگم. ببینید تو این کوچه تنها خونه که ساخته نشده همینه و بقیه همه آپارتمان‌ها ساخته شدن. و از این جور خونه‌ها دیگه شاید میشه گفت 80% 90% اینجا نوسازی شده و 20% تقریبا ساخت نشده. چه بالکن پرگلی داره اینجا. شاید باورتون نشه این سوپرمارکت ها مغازه شون متری 160 تا 170 میلیون به فروش میرسه. این ملک تجاری مثل سوپرمارکت اینجا به این قیمت گذاشته شده. خیلی مبلغ بالایی ها. حالا من قیمت هایی که اینجا دیدم به این شکله. جالبه برای ما اکثر سر کوچه ها صاحباشون نساختن، داخل کوچه ها ساخته شده کامل. البته نه، داخل بعضی کوچه هاشون هم باز هنوز هستش. در ادامه حتما قیمت ها رو بهتون میگم که ببینید واقعا توی این ملک، میگم توی این ملک، توی این شهرک ارزش خرید کردن داره یا نه، با شما نظر بدید. ببینیم فاکتورهایی که واسه من مهمه. خب یک، عرض خیابونات یا همون بلوارهایی که اینجا هست به نظرم قابل قبوله به خاطر تراکم جمعیت، و کوچه های 8 متری که حالا باز به نظرم قابل قبوله. از همه مهمتر اینه که شما با یه محله، من خیلی شروع کنم، خیلی خلوت سر و کار دارید. تنها بدیاش میشه گفت یک ذره از شهر دوره، که اونم خب با ماشین یا اتوبوس هایی که اینجا هست میشه کاملا با یک رو رانندگی رسید به نقطه غربی تهران، مثل صادقیه، مثل خود خیابون آزادی. این فاصله به اون صورت نداره. اینجا هم که مرکز آموزش هوانوردیه. یه چیز جالب، این بلوار یه مسیر مخصوص دوچرخه سواری داره. این نرده سفیده رو که میبینید دقیقا همونه. ببینید پیاده روهایی که جلوی این آپارتمانایی که اینجا ساخته شده رو یاده چی میافتی؟ ما خیلی کم داریم شهرک های خونه های محله هایی که توی ایران، یا توی ایران، توی تهران به این صورت باشه که باغچه هاش
دست نخورده باقی بمونه و خونه های آپارتمانی ساخته بشه و یک پیاده روی خیلی خوب برای ساکنین که میخواین قدم بزنن برآورده بشه. خواستم اینو بتونیم شما بدم. این آپارتمان رو که میبینید همه ساخته شده، این همه هم سه طبقه است. حالا بعضی اومدن یه زنگ بازی کردن، پیلوت رو یه ذره بلندتر گرفتن، کدای ارتفاعیشون رفته بالاتر. الان که این ساختمون رو میبینید آجوری سیمانیه دیگه تقریبا. این جزء خونه های اوائلی که اینجا همینجوری زمونه یا به زبون عامیانه یخلی ساخته شد، اصلا هیچ ایمنی نداره. میشه گفت یکی از اتفاقایی که بعد اینجا میفته چون خیلی خلوته، امکان این که شما نظر امنیت تو قدم زدن و یاکف شدن تحت تاثیر قرار بگیری خب زیاده. الان این چراغایی که اینجا هست کل این مسیر رو روشن میکنه. برو بریم توی بافت اصلی محله. من قیمت ها رو بهتون بگم، خیلی پهنه، من خودم خیلی خوش آمد. اصلا یه لحظه یه چیزی نهیدم، این ماشین پژویی که اینجا بود ندارم توش داشتم چیکار میکردم، ولی خیلی مشکوک به من نگاه کردم. منم زیاد باید نستادم وارد جزئیاتش بشم. ببینیم داخل خود محله چه خبره. یه 38 متری متری 55 تومن، یه 63 متری متری 67 میلیون 4 میلیارد 200، یه 67 متری متری 77 تومن 5 میلیارد 200، یه 103 متری متری 80 تومن 8 میلیارد 500، یه 92 متری متری البته اجاره است 300 این 400 میلیون پول پیش 8 میلیون اجاره، یه 95 متری متری 89 میلیون و همینجور 75 متری 400 تومن 6 تومن اجاره. خونه ها رو میبینید دیگه، 50 متری 10 تومن ما اجاره میخواد، دقیقا مغازه 180 متر متری 180 متری 180 میلیون تومن 16 میلیارد، واقعا عدد درشتیه دیگه. شما حساب بکنید توی این مغازه مگه میخواد چقدر در بیاره شما 16 میلیارد سرمایه رو بخواید به قول بازداری یا بخوابونی تو اون مغازه. من دوباره رسیم به همون میدون. حالا میخوام ببرنتون سمت شهرک گلسار، اونجا رو هم ببینیم چون خیلی از عزیزان بهم گفته بودن و همین خاطر بریم اونجا رو یه سر بزنیم و ببینیم اون سمت چه خبره. این چهار هم که بهتون چیز دادم عکس دارن 8 متری هستش. اینجا دقیقا میشه شهرک گلسار. میبینید چقدر اینجا تریلی هست یا ماشین سنگین، چون خیلی این عزیزان شغل راننده بین جاده ای دارن و یه جوری میشه گفت و همین خاطر این ماشین ها خب خیلی سخت میتونن داخل شهر جا پارک پیدا کنن، ولی اینجا به خاطر این بلوارهای پهن همیشه داخل شهرهایی بسه همه شهرهای خیلی قدیمی پارکینگ نداره، همه ماشین ها مجبورن جلوی خود پارکینگ هایی که تربیه شده برای خود شهرک پارک کنن. یه چیزی که اینجا نظر من رو جلب کرد این خونه قدیمی که اینجا هست، حالا تغییر نکرده، خیلیشون بالا خوشبونشون هنوز از کفتر یا به قول خودم استرای کفتروازی رو هنوز دارن و یه جورایی جزء تفریحاتشونه. من همش جذب این آرامش و این آسودگی که تو این ناحیه هست شدم. یعنی شاید جز معدود مکانهایی بود که من اومدم و خیلی بی‌حاشیه بود، خیلی حس حال عجیبی داشت. دارن سر باربند یا پیکان وانت یا پراید وانت دارن رنگ میکنن. بله صدای
قانتی رو میشنویم. حتی ببینید اینجا چون خونه یه طبق پارکینگ ندارن اصولا ماشینشون میارن تو پیاده رو زده در خونهشون پارک میکنن. خیلی هم راحت این کار انجام میدن. حتی این قسمت به نظرم خیلی زیاد بود آقا، خونه یه طبقهش این قسمت خیلی بیشتر بود. دیگه تقریبا رسیدیم به انتهای مسیرمون. دقیقا هم جایی بود که بهتون گفتم مسیر دوچرخه هم شروع میشه. خونه های قدیمی ویلایش هم ببینید چه درخت هایی توش بوده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.